سلام، وقت شما بخیر باشه. من حمیدرضا رنجبر اینجا هم برنامه سرآشپز از شبکه 3. امروز در برنامه ما یه غذای بسیار بسیار ویژه انتخاب کردیم به نام قیمه. قیمه رو که میشناسید، قیمه ما رو بعید میدونم بشناسید. قیمه ما امروز خیلی خوش رنگ و آبه، قیمه ما امروز خیلی خیلی خوشمزه است. غذای امروز ما قیمه زرشک. مواد لازمی که امروز کمک میکنن این قیمه زرشک رو درست کنیم حضورتون معرفی کنم. ما گوشتی که از قبل ریختیم داخل این قابلمه داره میپزه. در قابلمه هم که پیرکس کاملا داریم میبینیم چه اتفاقی افتاده، قشنگ آبش داره کشیده میشه. سوپاپی هم که داره باعث نمیشه که در بخواد سر صدا ایجاد کنه، چون از این سوپاپ اطمینان بخارات اضافهش خارج میشه. پس گوشت داریم گذاشتیم داره میپزه، یه سری به اینجا میزنیم، مقداری آب و روغن داریم که کمک میکنه. حالا گوشت اول ما تفت دادیم، آب اضافه کردیم و پخت. آب زرشک داریم، خود زرشک هم داریم که تو مرحله بعدی اینو میکس خواهیم کرد، مخلوط میکنیم. لپه داریم، رب پیاز داغ، زعفرون، پودر دارچین، نمک و فلفل سیاه. بریم سراغ درست کردن این غذای خوشمزه. بعید میدونم تا حالا این غذا رو میل کرده باشید، اما مطمئنم وقتی ببینید این غذا رو که چه شکل و ظاهری داره، طعمش هم رو درست کنید و میل کنید، میدونید که خواهید دونست که این غذا بسیار لذیذه. رب رو اضافه میکنیم به خورشمون. پیاز داغ داریم، اون رو هم به خورش اضافه میکنیم. لپه داریم اینجا، اون رو هم میریزیم داخل قابلمه. یه فرصت میدیم این مواد با هم یک گپی بزنن، این مواد با هم دیگه پخته بشن. وقتی این اتفاق افتاد بعد میایم مواد دیگه رو اضافه میکنیم. امروز مهمان عزیزی داریم، سرکار خانم دکتر میر خوشحال، متخصص تغذیه هستن، رژیم میدن. اگر به منم نگاه بکنید منم چند کیلویی لاغر شدم، اما امروز میخوان توضیح بدن که موادی که ما تو غذاها استفاده میکنیم چه خاصیتی برای بدن داره. درست که این غذا خیلی خوش رنگ و لعابه و خیلی خوشمزه است، اما اگه بیننده ها بدونن که این مواد چه خاصیتی هم برای بدنمون داره، خیلی خیلی تشویق میشن که این غذا رو درست کنن و نوش جان بکنن. خانم دکتر سلام مجدد، البته خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. ببینند ها سلامی داشته باشید و بفرمایید که اصلا این خورش چه خاصیتی میتونه برای اونها داشته باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان خوب برنامه‌تون. من فکر میکنم که راجع به این خورشت خوشمزه‌تون که دارین شما درست میکنین، من بیشتر برای کسایی باید به شما بگم که ناراحتی کبدی دارن، کبد چرب دارن، به دلیل اینکه زرشک به خاطر رنگ دونه‌ای که داره اولا که آنتی اکسیدان محسوب میشه و اینکه به خاطر لیکوپنی که اون رب گوجه فرنگی که داره در واقع میشه یک آنتی اکسیدان که ضد سرطان هستش، و بنابراین کسایی که کبد چرب دارن آنزیماشون میتونه کاملا بالانس بشه و بسیار هم عالی میتونه باشه. خیلی خیلی متشکرم. خیلی خوب، غذا رو صحبت کردیم، خواصش رو صحبت کردیم، اما با دونستن خواص، با دونستن دستورات غذایی، همه اینها میشه یه غذای خوب درست کرد، اما مستلزم اینه که شما ابزار و وسایل استانداردی هم داشته باشید. امروز میخوایم در مورد حامی برنامه‌مون صحبت کنیم. من میرم اونجا در مورد ظروفی که دارم باهاش کار میکنم برای شما یه توضیحاتی میدم که شما با این محصولات بیشتر آشنا بشید. خیلی خوب، تو اینجا میخوام اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما بذارم تا بتونید یک انتخاب درست رو داشته باشید. خیلی وقتا تو برنامه‌های تلویزیونی شما ابزار، لوازم، کفگیر، مایتابه، قابلمه یا کالایی رو میبینید که خیلی نظرتون رو جلب میکنه و میخواید اون رو تهیه بکنید، اما کار وقتگیر و سختیه. اما ما تو این برنامه میخوایم شما رو از این طریق اطلاعاتی رو در اختیارتون بذاریم تا بتونید اونها رو به صورت خیلی سریع و بدون دردسر دریافت بکنید.
ما امروز در مورد تولیدات حامی برنامه‌مون که یک تولید کننده داخلی است و با افتخار محصول اون رو معرفی می‌کنیم، چرا که می‌خوایم فرهنگ استفاده از کالای ایرانی رو ترویج بدیم. سرویسی که امروز ما اینجا داریم یک سرویس 20 پارچه گرانیتیه. خیلی صادقانه باید بگیم که سرویس 20 پارچه گرانیتی، اصلا این پارچه‌ها یعنی چی؟ پارچه‌ها تعداد اقلامیه که تو این بسته‌بندی هست. شما در این برنامه کالا رو مستقیم از تولید کننده، یعنی دست اول دارید می‌خرید، یعنی بدون هزینه‌های اضافه. پس انتظار دارید که یه تخفیف ویژه به شما تعلق بگیره. خیلی خوب. تولید کننده هم از شما سپاسگزاری میکنه. من به نمایندگی از این تولید کننده داخلی که دوستش داریم، چون داره ایجاد اشتغال میکنه، چون داره از خروج ارز جلوگیری میکنه، پس حقشه که یه تخفیف ویژه به شما بدید و شما ازش حمایت بکنید. خیلی خوب. این کالا رو بدون اون هزینه های واسطه گری و خرده فروشی میتونید با قیمت بسیار مناسبی بگیرید، یعنی با قیمت عمده فروشی. قیمت این محصول، یعنی خرده فروشی این محصول، 499 هزار تومانه. اما این هزینه های واسطه ها که کم بشه، شما 200 هزار تومان میتونید تخفیف بگیرید. پس اگر حالا شما این محصول رو دیدید و دوست دارید مثل ما صاحب این محصول بشید، این سرویس 20 پارچه گرانیتی، خیلی راحت میتونید عدد 8 رو به این سامانه که پایین گیرندتون هک میشه ارسال بکنید تا این تخفیف شامل حال شما بشه. این محصول با رنگامیزی شاد و متنوعی که داره، مثل یک اثر هنری، زیبایی خاصی به آشپزخونه شما میده و یکی از ویژگی های منحصر به فردش لایه نچسب گرانیتشه و به خاطر ضخامت و کیفیت بالای اون خیالتون راحته که واقعا یه سرویس نچسب دارید. هم غذا توش به راحتی پخته میشه و هم با یه ابر به راحتی میتونید اون رو بشویید و پاکش کنید. درای مشترک پیرکس و همینطور زوار استیل ضد زنگش و سوپاپ اطمینانی که اینجا داره باعث میشه که بخارات حاصل از پخت غذا از اون تخلیه بشه و این ویژگی هایی که گفتیم یکی دیگه از مزیت های مهم این کالا هستش. گاهی موقع آشپزی سهواً این دسته ها ممکنه رو حرارت قرار بگیره و داغ بشه و دست شما رو بسوزونه، اما دسته های این سرویس به دلیل باکالیت بودنش جذب گرما نداره و دسته هاش نمیسوزه و جلوی سوختن احتمالی دست شما رو میگیره. قیمت این سرویس 20 پارچه گارانتی رو خدمت شما عرض کردیم، اما شما از طریق این برنامه میتونید الان با 200 هزار تومان ارزونتر، یعنی 299 هزار تومان، اون رو دریافت بکنید. چه تخفیف ویژه‌ای. خیلی خوب، به راحتی و بدون رفتن به بازار، بدون خستگی و گفتگی، بدون ترافیک میتونید این کالا رو دریافت بکنید، اما میتونید الان به این طریق سفارش بدید. تلفن همراهتون رو میتونید بردارید. برداشتید. حالا میتونید خیلی سریع با ارسال عدد 8 به این سامانه پیمکی، شما هم مثل ما صاحب این ظروف با کیفیت و این تنوع رنگ بشید. اجازه بدید یک بار دیگه این اقلام برای شما بشمارم. 1, 2, 3 تا قابلمه 4, 6 و 8 نفره داره. 1, 2, 3, 4 تا تابه تک دسته و دو دسته داره. 1 شیرجوش. 4 تا در مشترک داره که به همدیگه میخورن و وقتی شما آشپزی میکنید معمولا بیشتر از 4 تا ظرف هم رو اجاقتون نیست. 7 قلم هم اینجا داریم. 6 تا کفگیر ملاقه با یه پایه 7 قلم میشه 19 قلم. یه پیشبند داره، جمعاً 20 قلم، یعنی یک سرویس 20 پارچه گرانیتی رو دارید که هم تنوع رنگ داره، هم زیبایی داره، هم کیفیت داره. در آخر اعلام میکنم این محصول کاملا ایرانی و تو کشور خودمون داره تولید میشه. حاصل فن و تلاش و فناوری ایرانیه. پس با خرید این محصول میتونیم با یک تیر دو نشون بزنیم. 1. محصولات با کیفیت رو داریم و میتونیم با پشتیبانی که داره یک سال به راحتی استفاده بکنیم. 2. کمک کنیم با سرمایه خودمون از این تولید کننده حمایت کنیم تا این پولها برای کشور عزیزم خودمون، یعنی ایران، هزینه بشه و نذاریم این پولها خارج بشه از کشورمون. پس شما اگر دوست دارید کمک کنید به تولید کشورمون، به صنعت کشورمون، میتونید همین الان تلفن همراهتون رو بردارید و عدد 8 رو به سامانه پیامکی 1055-58 ارسال کنید و صاحب این ظروف با کیفیت بشید و از تولید داخلی هم حمایت بکنید.
این تولید کننده با کیفیت محصولش و خدمات پس از فروشی که برای محصولش داره ارائه میکنه اومده که با کالای خارجی رقابت بکنه. از اینها بگذریم، بریم سراغ غذا. به 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 واقعا خوش عطر آب و خوش رنگ و خوش مزه حتما خواهد بود، چرا که داریم از این ادویه و چاشنی ها استفاده میکنیم. اما بریم سراغ مواد دیگه‌مون. ما اینجا زرشک داریم، آب زرشک هم داریم. چه شبت یه سری به خورش بزنیم ببینیم چی شد. بله بله، این همون قاشقایی که این کفگیر ملاقایی که اونجا توضیح دادم. بیم اینجا زرشک رو میریزیم داخل این مخلوط کن. اینم آب زرشک. بریم سراغ مخلوط کردنش. اینقدر باید میکس بشه تا یک سس یک دستی رو به ما بده. درش رو برداریم. ببین چقدر خوش رنگ شد. حالا این لحظه باید اون رو اضافه کنیم به خورش. به جای آب لیمو میتونیم زرشک یا آب زرشک استفاده کنیم، ولی خود زرشک یک لعاب و جون خیلی خوبی به این خورش ما خواهد داد. بریم اینجا یه قاشق برداریم. زعفرون داریم، این زعفرونمون، این از زعفرون. میریم به سراغ ادویه‌ام. نمک داریم، این از نمک. و حالا نوبت یه مقدار فلفل سیاه و در نهایت پودر دارچین. راستی اگر دوست داشتید که خورش شما خیلی عطر متفاوت تری داشته باشه، میایم اینجا گل محمدی داریم. میتونیم برگ هاشو بریزیم توی خورش. با این دوربینم ببینید. خیلی خوب، اینم از این. خورشمونو یه هم میزنیم. انصافا ببینید چه رنگی گرفت. یه چند دقیقه بهش فرصت میدیم. من برم برنجم بکشم، غذا رو ببریم برای خانم دکتر تا نظرشون در مورد این غذا بدونیم. خب اینم غذای ما آماده شد، تقدیم حضور خانم دکتر. خانم دکتر بفرمایید. خیلی ممنون. چقدر خوبه که بیننده های خوب شما به غذا و تغذیهشون اهمیت میدن. خیلی هم عالی. من ابتدای برنامه گفتم که زرشک خیلی خوب هستش برای کبد به خاطر رنگدونه ای که داره، و این لپه‌ای که شما توی به هر حال قیمه که لپه داره، فقط ممکنه که یه مقدار نفاخ باشه اذیتشون بکنه، که اگرم که از شب قبل بخیسوننش دیگه مشکلشون حل میشه. ولی به نسبت بقیه حبوبات، لپه جز حبوباتی هستش که هم سریعتر درست میشه، هم برای کسایی که دیابت دارن خیلی مفید هستش، بخوان که قند و آروم آروم وارد بدن میکنه و آروم آروم هم از بدن دفع میشه. خیلی خوب زعفران که تمام غذاهای خوشمزه‌تون داره. متشکرم. خیلی ممنون، مرسی. خیلی عالی هستش. دستتون درد. خیلی متشکرم از حضورتون توی برنامه خودتون. مرسی، خیلی ممنون. متشکرم. من با بیننده های صحبت داشته باشم. برمیگردم خدمتتون خانم. مرسی، من در خدمتتون. خواهش. خیلی خوب دیدید که این غذا هم درست کردیم. خیلی دوست داشتم خانم دکتر نقد بکنن، ولی آره مثل که خوششون اومده، ولی واقعا خوشمزه است. شما میتونید این غذاهایی که درست میکنید عکسشو بندازید برای ما از طریق پل ارتباطی که هست ارسال بکنید. به قید قرعه جوایزی برای شما در نظر خواهند گرفت و تقدیم حضور شما خواهیم کرد. جونم براتون بگه که شما میتونید مثل خانم دکتر و مهمانای قبلی برنامه‌مون در این برنامه مهمان باشید.
از طریق پل ارتباطی بین ما و شما این ارتباط برقرار میشه، ثبت نام میکنید، به نوبت دعوت میکنیم، قدم رو چشم ما میذارید و تو این برنامه میتونید دست وقت سراشپز رو نوش جان میکنید. باز هم سپاسگزارم که وقت گرانبهاتون رو صرف دیدن برنامه خودتون میکنید و از شما متشکرم. آرزوی بهترین ها دارم براتون. مواظب قلب رئوف و مهربونتون هم باشید. دوستتون داریم. خدا حافظ.